و از همایون جان رضا، دو همکار بسیار عزیز و گرامی، چهره آشنا هم تشکر بکنم که این زحمت قبول کردن. علی جان با ما وعده کرده که از این وقت چنین کارا رو برای ما میکنه. عمر علی جان دراز باد و از همایون جان رضا هم همچنین. خب ما از استاد غوریانی فیض بردیم از سخنان جناب استاد واصف باختری و میبینیم که چه عشق خلاقی استاد باختری به مبلغ داشتند و دارند. شما که یک صحبت هم قرار است در رابطه با امو سخنرانی بسیار مهم استاد که زیر نام مظاهر چارگانه شرک بود هم دارین، میخواستیم کمی در اون رابطه صحبت بکنین برای بیندای عزیز ما. بله، این هم یک از سخنرانی های استاد بوده که پژواک ها یا به اصطلاح عکس العمل های بسیار زیاد داشته. بله. استاد مبلغ همونطور که فرانسیس بیکن بت‌ها را معرفی کرد و البته در کار از اینا در قسمت تئوری دانش بود، اینا در قسمت مسائل کاملا دینی نوع بت‌ها را معرفی کردند و در مسائل اجتماعی یکی از اون جمله مظهر شرک مسئله بت است. و البته بت پرستی یک موضوعی است که همه ما از او خبر دارین و مسئله که من میخوام در اینجا اگر روان استاد اجازه بدن و من یعنی خجل نشم از این گستاخی که به خدمتشون عرض میکنم ایست که هیگل در همون نوشته های لاهوتی خود منویسه که چگونه است که ما فضلا و دانشمندان بسیار بزرگ را میبینیم که یا میدیدیم در گذشته ها که اینا بت میپرستیدن. امروز میگه ما وقتی که تعجب میکنیم که چرا اینا بت میپرستیدن، علتش ایست که ما در حقیقت جامعه یونان همون وقت را به او آشنایی ما نداشتیم. جامعه یونانی آن وقت جامعه بود که فرد با جمع، دولت با رعیت، زمین با آسمان، منافع فردی با منافع اجتماعی همه یک کل زیبای واحد را تشکیل می دادن که در اینجا هیچ نوع بیگانگی میان فرد و میان جمع، میان دولت و میان رعایا نبود. یعنی یک شکل زندگی در اونجا بسیار ایدئال و نقشه کشیده شده و طراحی شده و بسیار زیبا و ایدئالی بود و از این واسطه خدایانی که اینا هم داشتن خدایان ساخت خودشان بود، نزدیک به خودشان بود، یعنی دورتر نبود، در فراز اولمپ، کوههای اولمپ اینا خدایان داشتن، رب الانوای داشتن که به مثل انسانها خشم و قهر و غضب و جنگ و صلح و تقدیر و سرنوشتشان یکی بود. لذا در اونجا مسئله بت‌پرستی با مضمون او جامعه هماهنگ بود. یا طوری که اقبال میگه که ذوق حضور در جهان رسم سنمگری نهاد. ولی بعدن که این جامعه متلاشی میشه در اثر جنگها که او به تاریخ راجع میشه، انسانها فرد از جامعه جدا میشه، بین آسمان و زمین تضاد به وجود می آید، بین ذهن و عین تضاد به وجود می آید، منافع فردی به یک جهت سیر می کنه و منافع جمعی به جهت دیگر. در این حالت بت‌ها هم وظیفه خود را از دست می دهند، یعنی بت‌ها به عنوان ساختارها باقی ماندن اما کارکرد از اینا دیگه
از بین میره. حال که ما به بت‌ها میبینیم، ما تنها به ساختار از اینا میبینیم. وقتی که یک ساختار باقی میمانه و عمل کرده از او از بین میره، یک چیز منفور و متروک تلقی میشه. از این واسطه ما نباید، اگر ما دوران اولی یونانی ها را به حیث مجموع و در کل به حیث یک کل زیبا در نظر بگیریم، بت پرستی یک معنا و مفهوم پیدا میکنه. ولی امروز که به نظر ما بت پرستی یک خرافه معلوم میشه، علت این است که جامعه چی شده؟ جامعه پارچه پارچه شده، خرافی شده، رخت از سعادت از روی زمین رخت بربسته و انسان ها امیدهای خود در ماورای طبیعت و در ماورای جهان و در ماورای مؤسسات و اجتماعی خود میبینن. و میگه خود هگل در مقدمه تاریخ فلسفه، میگه که ما یونانی ها که فرهنگ خود، هنر خود از یونان گرفتین و قانون خود از روم، اگر مذهب خودم ما از یونان میگرفتن، برای ما غربی ها خیلی بهتر و روشنتر بود. یعنی این که بود یک کارکرد داشته در همو جوامعه، ولی وقتی که او جوامعه تغییر کرده، مسئله بود هم یک چیز پوچ و لایعنه بوده. این یک تبصره بود درباره بود. مسئله دیگه که راجع به از مظاهر شرک بوده، یک مسئله دیکتاتور است یا مسئله طاغوت است. مسئله طاغوت هم امروز به شکل تعبیر میشه که خب اگر فرعون طاغوت بود، امروز کیش شخصیت پرستی جای طاغوت را گرفته، استالین به جای فرعون می نشینه. و کیش شخصیت پرستی تا همین دیروز مثلا در کشور شوراها موجود بود. این هم واقعا یک بت بود و این بت هم سرنگون شد. مسئله بت دیگه که او را استاد مطرح میکنه، بت هست که واقعا به مستقیما به دین ارتباط میگیره و به مذهب. بت روحبان و احبار، یعنی روحانی در چهره خدا و در چهره امر مطلق ظاهر میشه و مردم را به دعوت و به پرستش خود وامی داره. حتی در اروپا ژان باتیست که یک از اقتصاددانهای کلاسیک بود، او میگه که باسته از این که اقتصاد از بحران نجات پیدا بکنه، سرمایه‌دارا چیزی که تولید میشه او را استهلاک نمی کنن. یعنی میل به استهلاک ندارن. کارگرها که تمایل به استهلاک دارن، قوت خرید ندارن. باید یک گروه سوم به وجود بیایه که در تولید سهم نداشته باشه، اما از تولید در